سلام به مجموعه خبری این ساعت خوش آمدید من شمایل موسوی هستم در نخواست سرخط مهمترین خبرها اصلاح 90 درصدی رسانه ها وزارت امر به معروف می گوید که بیش از 90 درصد از نشرات رسانه های سوتی تصویری و چاپی را اصلاح کرده است نجات ستن به شمول یک خبرنگار از چنگ آدم ربایان در ننگرهار پرداخت مبلغ 200 هزار افغانی به خانواده حمید جلال از سوی وزارت داخله حمید جلال جوانی که در 26 اسد با شلیک یک نظامی کشته شد تدابیر وزارت صحت عامه برای جلوگیری از بیماری آبله میمون و ملی پوشان فوتبال 17 سال کشور با نتیجه دو بر صفر ملی پوشان قرغزستان را شکست داد. امروز سیوم اسد سال 1430 هجری خورشیدی برابر است با 20 اگست 2024 میلادی. مشروع خبرها وزارت امر به معروف و نهی از منکر در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفته است که این وزارت از 338 مورد بد دادن دختران و 295 مورد فروش زنان جلوگیری کرده است و همچنان بیش از یک هزار مورد دشمنی را به دوستی تبدیل کرده است. این وزارت می که طبق فرمان رهبر امارت اسلامی در 789 مورد زنان محروم از حقوق میراس مستفید شدند. 2638 مورد خشونت علیه زنان جلوگیری شده و با تدویر 2469 نشست جلب منکرات، رسوم ناپسند و انحرافات عقیدوی گرفته شده است. این وزارت در حالی که کارکردهای یک سالش را توضیح میداد گفت که نشرات رسانه های صوتی، تصویری و چاپی 90 درصد اصلاح گردیده و برای اصلاح جامعه در سطح مرکز و ولایات سی هزار فلم غیر اخلاقی از بین برده شده. قیلون خانه ها و قمارخانه ها نیز مسدود گردیده است. و به تعداد 448 تعویز نویس و 528 ساهر دستگیر و به مراجع عدلی و قضایی سپرده شده است. اوقات آزان در یک وقت تنظیم گردیده و به تعداد 460 لاود سپیکر در شهر کابل نصب شده است و با فعال شدن شماره رایگان 191 تا یک سال اخیر مجموعا 9808 مورد شکایت ثبت شده که از این میان به بیش از 5000 آن رسیدگی شده است وزارت امر به معروف و نهی از منکر در اخیر از بیش از 100 برنامه ظرفیت سازی برای بیش از 700 کارمند این وزارت نیز گفته است ستن به شمول یک خبرنگار از چنگ آدم رباییان در ولایت ننگرهار نجات داده شدند. وزارت امور داخله با پخش خبرنامه می گوید که این چهروندان ننگرهار در نتیجه عملیات نیروهای قطعه 999 قماندانی عمومی قطعات خاص پلیس از چنگ آدم ننگرهار آزاد شدند. در اعلامی وزارت امور داخله آمده است که این سه نفر اصر روز یک شنبه از شهرک شیخ مصری اختطاف شده بودند و در پیوند به این آدم ربایی پنج تن به شمول دو زن بازداشت شده است. وزارت مهاجران و عودت کنندگان از ساخت سرپناه برای مهاجران و عودت کنندگان افغان در پکتیا از سوی هلال احمر قطر خبر داده است. این وزارت گفته که قرار است این نهاد خیریه پنجاه خانه، مکتب، مدرسه، مرکز صحی و مرکز تفریحی را در منطقه رباط گردیز ولایت پکتیا ایمار کند. امارات اسلامی سی اسد در خبرنامه از دیدار خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجران و عودت کنندگان با احمد العثمانی رئیس هلال احمر قطر در افغانستان خبر داده و گفته است که ساختمان این خانه ها و مکاتب با هماهنگی امارت اسلامی ایمار می شود. این در حالی است که در ماه های پسین روند اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان افزایش یافته است. این وضعیت سبب شده بسیار از افغانها با چالش های شدید در تأمین سرپناه و تأمین نیازهای اولیه مواجه شوند. سازمان خیریه و توسعه بین المللی هلال احمر قطر پیش از این نیز تعهد کرده بود که برای مهاجران عودت کننده افغان سرپناه می سازد. وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل از ایجاد کمیته به خاطر تثبیت و تشخیص چالش‌های اولیه باشندگان امتداد خط فرزی دیورند در ولایت پکتیا خبر داده است. دفتر مطبوعاتی وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل امروز با نشر خبرنامه ای از سفر نورالله نوری سرپرست وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل به ولایت پکتیا خبر داده و گفته است که آقای نوری در جریان این سفر کمیته را با رهبری انعام الله صلاح الدین معاون والی این ولایت به اشتراک رؤسای ریاستها ایجاد کرد تا چالش های اولیه باشندگان و ولسوالی هایی را که در امتداد خط فرضی دیورند قرار دارد را تشخیص و تثبیت نمایند. وی در ادامه افزود که این مردم در دوران جهاد 20 ساله گذشته با امارت اسلامی همکاری نمودند. اکنون مسئولیت امارت اسلامی است که به آنان خدمت کرده و چالش را حل کنند. قابل یادآوری است در قسمت از این خبرنامه آمده است که به اساس حکم رهبر امارت اسلامی در ولایت‌های کنر، نورستان و ننگرهار کمیته ها ایجاد گردیده که عملا مشکلات مردم ولسوالی های سرحدی را تشخیص و تثبیت می وزارت امور داخله امارت اسلامی از تعیین یک هیئت و دیدار آن با خانواده حمید جلال که چند روز قبل از سوی یک نظامی کشته شد خبر داده است حیات وزارت داخله امارت اسلامی روز دوشنبه در دیدار با خانواده حمید جلال در حوزه شانزدهم کابل گفتند که او چند روز قبل با شلیک مرمی به گونه صحوی از سوی یک نظامی کشته شده است عبدالله مختار موین امور تأمینات وزارت داخلت در دیدار با خانواده حمید جلال اطمینان داده که قاتل دستگیر شده و پروندهش برای تطبیق شریعت به محکمه منتقل شده است. همچنان بنابر خبرنامه به خانواده جوان کشته شده مبلغ 200 هزار افغانی پول نقد از سوی حکومت نیز داده شده است. گفتنی است که حمید جلال از ولایت ننگرهار بود و بر اساس گفته های بستگانش به تازگی نامزد نیز شده بود. او دانشجوی سمستر هشتم دانشکده اقتصاد در یکی از دانشگاه های خصوصی در کابل بود. وزارت صحت عامه از اتخاذ تدابیر ویژه برای جلوگیری و کنترل بیماری آبله میمون در کشور خبر داده است. این وزارت به منظور جلوگیری و کنترل از بیماری آبله میمون یا مانکی پاکس نشست تحت ریاست نور جلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه و مسئولان زیرفت برگزار کرده است. در این نشست مسئولان از آمادگی کامل برای مقابله با این ویروس اطمینان داده و گفتند که از امکانات دست داشته برای کنترل و جلوگیری از بیماری آبله میمون یا مانکی پاکس و سایر بیماری ها استفاده خواهند کرد. سرپرست صحت آمه نیز از مسئولان خواستند تا در مورد اکمال ادویه به شفاخانه ها و مراکز صحی در مرکز و ولایات کشور اقدامات لازم را انجام دهند. تا با وضعیت صحی بیماران رسیدگی شود. آبله میمون یک بیماری ویروسی نادر است که از طریق تماس مستقیم با حیوانات آلوده یا انسانهای مبتلا منتقل می شود. مخزن اولیه ویروس آبله میمون شامل حیوانات مانند جوندگان و میمون است. این بیماری بیشتر در مناطق دورافتاده آفریقای مرکزی و غربی مشاهده شده است. اما با توجه به شیوع آبله میمون در سالهای اخیر نگرانی ها در سراسر سر جهان افزایش یافته است. ویروس آبله میمون از خانواده ویروس های ارتوپاکسی ویروس است که آبله انسانی نیز به این خانواده تعلق دارد. علایم آبله میمون شامل تب، سردرد شدید، درد عضلانی، ضعف شدید و تورم غدد لنفاوی است. عوارض آبله میمونی می تواند شامل تورم غده لنفاوی و ضایعات پوستی شبیه به آبله مرغان باشد. بیماری آبله میمون میتواند تاثیرات شدیدی بر سلامت فردی و عمومی داشته باشد رعایت بهداشت فردی واکسیناسیون و آگاهی رسانی عمومی می تواند به کاهش شیوع این بیماری کمک کند تب میمون یکی از نشانه های بارز ابتلا به این ویروس است که در مراحل اولیه بیماری ظاهر می شود. افراد مبتلا به آبله باید از ارتباط نزدیک با دیگران خودداری کنند تا از گسترش بیشتر این بیماری جلوگیری شود. و در بخش ورزش ملی پوشان فوتبال 17 سال افغانستان روز دوشنبه 29 اسد موفق شدند که تیم ملی فوتبال قرقزستان را با نتیجه دو بر صفر شکست بدهند این مسابقه در چارچوب رقابت های قهرمانی فوتبال 17 سال مرکز آسیا به میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان انجام شد افغانستان با این پیروزی در مکان دوم جدول قرار گرفت تاجکستان که در اولین رقابتش سه بر صفر تیم قرقزستان را شکست داده بود با تفاضل گل بهتر نسبت به تیم افغانستان در سطر جدول قرار دارد و تیم قرقزستان با دو شکست و بدون امتیاز در مکان سوم است تیم های ایران، ازبکستان و ترکمنستان نیز در گروه دوم این رقابت ها با هم همگروه شدند. ازبکستان در این گروه موقتا در سطر جدول است و تیم های ایران و ترکمنستان دوم و سوم می باشند. رقابت های قهرمانی فوتبال 17 سال مرکز آسیا از تاریخ 17 اگست با اشتراک 6 تیم آغاز شده و الا 24 اگست ادامه خواهد داشت. سپاس از این که بیننده برنامه خبری ما بودید. بقیه وقت بر شما خوش.